بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما شاگردان عزیز امیدوار هستم که صحتمند باشین باز هم با یک برنامه دیگر از مکتب تمدن در خدمت شما هستم امروز ما با هم جلسه هشتم بیولوژی سنف دهم ده میخوانیم در درس گذشته ما در مورد عناصر پرمصرف و کم مصرف در بدن ما خواندیم امروز میاییم در مورد عناصر دیگه مثل کلسیم و فسفر است میخوانیم همین قسم که شما در تصویر میبینین میزان کلسیم و فسفر است گفته که خود کلسیم و فسفر جایی در کجا پیدا میشه در استخوان ما یعنی استخوان مخزن کلسیم و فسفر هست در استخوان ها تولید میشن و بعدا به بدن ما به مصرف میرسه در پهلوی ازی ما در درس های گذشته هم گفتیم که باید از مواد غذایی مختلف استفاده بکنیم تا بتونیم کلسیم و یا عناصر دیگه که پر مصرف بودن در بدن ما جذب بکنیم آیان های کلسیم و فسفر است وقتی که داخل بدن میشه توسط روده ها گرده ها و استخوان جذب میشه وقتی که ما کلسیم از مواد غذایی میگیریم و یا هم فاسفورسه توسط روده های ما، گرده های ما و استخوان ما ای جذب میشه در دوران خون ما و بعدا به مصرف میرسه. در درجه اول گفته باید قلزت آنها در پلازمای خون چی شود؟ تنظیم شود. وقتی که کلسیم و فسفر از داخل بدن ما میشه از طریق روده و گرده و استخوان جذب شد در وارد جریان خون ما شد اولین کاری که صورت میگیره غلظت قل... اینا چی میشه تنظیم میشن نه خیلی زیاد میشن و نه خیلی کم همین قسم که ما در درس های گذشته گفتیم گفتیم اگه غلظت کلسیم در بدن ما کم شود باعث این میشه که سیستم عصبی ما که خود کلسیم ایرا کنترل میکرد غلظتش باعث عزی میشه که مختل شود و انقباض در عضلات ما صورت میگرفت میم سر حجره نباتی که حجره نباتی ها یا از عناصر استفاده میکنن یا خیر مواد غیر عضوی خاصتا آیون نمک های مدنی در آنها وجود دارد ای به این معنی که حجره نباتی هم مانند حجره حیوانی از مواد غیر عضوی چی میکنند استفاده میکنند به خصوص نمک های مدنی ای خود مواد غیر عضوی در حجره نباتی چه کاری را انجام میده اولین کاری را که انجام میته فشار آسموتیک برای نفوذ آب در حجره تنظیم میکنه ما در سنفای گذشته هم خواندیم گفتیم که حجرات نباتی وقتی که میخواین آب جذب بکنن و یا هم مواد بیرون حجره جذب بکنن توسط یک فشار ای را کنترل میکنن که او فشار فشار آسموتیک بود پس مواد غیر عضوی در حجرات نباتی باعث میشه که فشار آسموتیک تنظیم شود و شده. دومین کاری که میکنه فعالیت انزایم ها را در داخل حجره تنظیم میکنه نمیمانه انزایم ها فعالیت زیادی داشته باشن و, یا هم کم یعنی برابر باشه میم سر جدولی که در کتاب شما هست این جدول ما برای شما دانه دانه در آوردم که توضیح بتونم تا خوبتر بفهمید در این جدول عناصر نام گرفته و گفته که منابع غذاییشان چی هست وظیفه در بدن ما چی است و در کمبود اینها در بدن ما چی رخ می اولین عنصر کلسیم هست که سمبولش سی ای می باشه که شما در مضمون کیمیایتان خوانده کدام منابع غذایی در او کلسیم هست شیر پنیر سبزی ها و حبوبات اکثرا وقتی که پیش دکتر هم میرین اگه کمبود کلسیم داشته باشین میگه از لبنیات زیادتر استفاده بکنین به این معنی که لبنیات سرشار از کلسیم هستن چه وظیفه ای در بدن ما داره؟ ما در درس گذشته هم خواندیم گفتیم که یکی از وظایف مهم کلسیم در بدن ما انتقال پیام های عصبی هست در پهلوی عزی هم گفته که در ساختمان استخوان و دندان کلسیم وجود داره و باعث عزی میشه که خون در بدن ما لخته شود یعنی چی؟ وقتی که ما بدن ما آسیب میبینه یک قسمتی از بدن ما زخمی میشه اینمی آیون کلسیم هست که باعث ازی میشه خون در بدن ما در مو قسمتی که زخم شده لخته شود و از خون ریزی جلوگیری بکنه در اثر کمبود کلسیم در بدن ما چی رخ میده؟ باعث بتی شدن رشد و نمو میشه و همچنان زایات استخوان ایچی معنا وقتی که کلسیم بدن ما تکمیل نباشه ما رشد و نموی ما متوقف میشه حتی ای قدر آهسته میگرده تا که متوقف میشه شما دیدین بعضی ها را در دوران کودکی و یا در دوران نوجوانی نسبت با که با یک همسنفی خود همسال هست نسبت به همسنفی خود خوردتر مونده از لحاظ جسامت این به خاطر از این هست که کلسیم بدن از او کم است و باید حتما به با دکتر مراجعه بکنه و از مواد غذایی و داروهایی که دکتر تجویز میکنه استفاده بکنه میم سر انصور دیگه که فاسفورست هست فاسفورست که سمبولش پی هست گفته در منابع غذایی مانند شیر، پنیر، گوش، غلجات و حبوبات پیدا میشه چه وظیفه ای در بدن ما داره؟ در ساختمان استخوان هستند یعنی باعث استحکام استخوان های ما میشه و همچنان در ساختمان دندان ما و تنظیم پی اچ خون ما را به عهده دارد تنظیم پی اچ خون ما چی هست ما در سیستم دوران خون در صنف نهم خوانده بودیم که پی اچ یا غلظت خون در بدن ما توسط عنصر فسفر است تنظیم میگردند در اثر کمبود از او در بدن چی رخ میده؟ ضعف و ضایات استخوان و دندان وقتی که بدن ما دارای کمبود کلسی فاسفورست باشه باعث از این میشه که ما ضعف و خستگی داشته باشیم و همچنان استخوان ما زودتر مثلا آسیب ببینن میم سر انصار بعدی سودیم هست که سمبولش این و ای هست در کدام منابع غذایی هست؟ در نمک و پنیر چه وظیفه ای را در بدن ما دارد؟ تنظیم میزان آب بدن کمک در ایجاد پیام های عصبی آب بدن ما گفتیم که از 65 تا 95 فیصد بدن ما از آب تشکیل شده وقتی که ما بدن ما دوچار کم بوده آب میشه اینمی سودی هم هست که او را چی میکنه؟ تنظیم میکنه از حجرات بدن ما و همچنان در پهلوی زود در بعایون کلسیم در رساندن پیام های عصبی کمک میکنه میم سر در اثر کمبود شیر و وجود میایم کاهش اشتها انقباض عضلات اشتهای ما کم میشه و همچنان عضلات ما انقباض میکنه شخی در دست و پای ما به وجود میایم عناصر بعدی آهن و آیدین هستند آهن سمبلش اف ای در گوش تخم مرغ غلجات حبوبات و سبزی ها پیدا میشه وظیفه مهم مزی انتقال اکسیژن هست چه قسم؟ ما وقتی که اکسیژن تنفس میکنم توسط شوشهای های خود ما ای که در خون ما میره خود انمی آیون آهن هست که ای را انتقال می به سر و سر بدن ما در اثر کمبودش باعث کمخونی میشه اختلال در سیستم مافیتی بدن ما میشه یعنی بدن ما نمیتونه در مقابل امراض سیستم دفاعیش بالا بره و ما زود زود مریض میشیم انصور دیگه آیدین هست سمبولش آی در ماهی غذاهای دریایی لبنیات و نمک آیدین دار پیدا میشه چه وظیفه داره؟ در ساختمان هرمون های قده تایرایت سهم میگیره یعنی در هرمون تایرایت در قده تایرایت باعث از میشه که هورمون آیدین ترشح شود در اثر کمبودش باعث از میشه که بزرگ شدن قده تایرایت که ما او را به نام گواتر و یا هم جاغور یاد میکنیم وقتی که آیدین به بدن ما نرسه باعث از میشه که قده تایراید فعالیت زیادی داشته باشه و وقتی که فعالیت زیاد بکنه گلو پوندیدگی پیدا میکنه و ما او را به نام مرض جاغور یاد میکنیم ای بود از پایان جلسه هشتم امیدوار هستم که درستان یاد گرفته باشین تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون.